آموزشی SPSS که در نسخه 17 ارائه شده خوش آمدید دقت کنید دوستان ما در دورانی زندگی می کنیم که اطلاعات به صورت روزمره در حال رشد و افزایش هستند خود اطلاعات به صورت خام هیچ فایده ای ندارند یعنی شما فرض کنید که اطلاعات رو اگر به دانه های ما تشبیک بکنیم ذخیره کردن مقدار زیادی دانه درون یک محل هیچ نتیجه ای نداره مهمترین چیزی که وجود داره بعد از ذخیره شدن اطلاعات آنالیز اونها هست محیط های نرم افزاری زیادی برای آنالیز داده ها وجود دارند یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای آنالیز اطلاعات SPSS هست SPSS برای کارهای آماری و اطلاعاتی میتونه خیلی مفید باشه و مؤثر واقع بشه. چرا که هم امکان کدنویسی، امکان کار با ویزارد، امکان کار با مسائل ظاهری و اینترفیس، بحث ارتباط با دیگر منابع داده، ایجاد چارت و دیاگرام تولید ریپورت و غیره رو به کاربر خودش خواهد داد ما در این مجموعه آموزشی قصد داریم ابتدا اطلاعات رو تعریف بکنیم درون محیط SPSS بعد از اون از اطلاعات ذخیره شده خودمون استفاده های مختلف رو ببریم دعوتتون میکنم بخش بعدی رو که شروع ما در روندهای کار با SPSS هست رو با دقت بررسی بکنید. خب دوستان در این بخش قصد داریم با محیط نرم افزاری SPSS آشنا بشیم کاری که باید انجام بدیم این هست که ابتداعا این نرم افزار رو روی سیستم خودمون نصب بکنیم که من این کار را انجام دادم هیچ توضیحی هم در مورد نصب SPSS نخواهیم داشت چرا که خیلی ساده هست شما سی دی این مجموعه رو که تهیه بکنید نصب SPSS بیشتر از چند دقیقه وقت نمیبره هیچ روند تخصصی هم برای نصب اون وجود نداره اما وقتی که محیط روی سیستم شما قرار گرفت از اونجا به بعد وظیفه ما هست که شما را با اون محیط آشنا بکنیم و کار رو آغاز بکنیم برای این کار با همدیگه وارد محیط SPSS خواهیم شد دوستان دقت کنید آیکونی که روی دسکتاپ من آماده شده رو دابل کلیک میکنم همطور که مشاهده میکنید لوگوی محیط SPSS 17 آماده شد بالا آمد و خواهید دید که تا چند لحظه دیگه محیط SPSS روی سیستم من نمایش داده خواهد شد خب ما الان وارد محیط SPSS شدیم فعلا این صفحه رو که بخش ویزارد هست و امکان اعمال مختلف رو برای من فراهم میکنه رو کنسل میکنم دوستان دقت کنید این محیط شما رو یاد محیط اکسل نمیاندازه دقیقا روند های کاری SPSS و اکسل مشابه هم هست با این تفاوت که قدرت کاری SPSS فوقلاده از اکسل بیشتر هست در این محیط من در شیتی که به این صورت نمایان هست میتونم اطلاعات خودم رو تعریف بکنم شیت های بیشتری داشته باشم و اطلاعات خودم رو وارد و اونها رو آنالیز بکنم کاری که انجام خواهیم داد این هست که در بخش بعدی شروع میکنیم با این شیت کار کردن و انواع و اقسام اطلاعات رو درون اون وارد میکنیم و از اونها استفاده میکنیم یک توضیح هم داشته باشم من دیگه مباحثی مثل سیو کردن یا اوپن کردن اطلاعات رو به عهده خودتون قرار دادم سیو کردن یا مثلا سیو از یا اینجور اعمال دیگه چیزی نیست که کسی که قراره با محیط SPSS کار بکنه نیاز باشه که ما اونها رو برای او شرح بدیم درست هست که من ممکنه در طول پروژه یک بار یک سندی رو و یک شیتی رو اوپن بکنم اما دیگه به این صورت که دستور اوپن رو شرح بدیم در این مجموعه این کار انجام نمیدیم ما بیشتر قصد داریم که در زمان کوتاهی که در اختیار داریم به مباحث تخصصی بپردازیم در بخش بعدی شروع کار با داده ها رو آغاز می تا ستون کاری ما ایجاد بشه چون ستون مباحث در SPSS اطلاعاتی هستند که در این محیط باید تعریف بشن پس دعوتتون میکنم بخش بعدی رو ببینید در این بخش دوستان با انواع فایل هایی که میتونن برای ما داده ها رو درون خودشون ذخیره بکنن آشنا خواهیم شد. دقت کنید یکی از قابلیت های بالای SPSS اتصال به انواع بانک های اطلاعاتی و فایل های داده ای هست برای اینکه ببینیم با چه فایل هایی میتونه در ارتباط باشه بهتره از خود محیط SPSS استفاده بکنیم دقت کنید دوستان با مراجعه به منوی فایل و انتخاب گزینه اوپن و استفاده از آیتم دیتا در اینجا فایل تایپ هایی که میتونیم باز بکنیم در محیط SPSS رو میتونیم با هم ببینیم دقت کنید خود فایل های SPSS SPSS در محیط ویندوز اکسل لوتوس دی بیس ساس حتی فایل های تکست و در زم اینها فایل ها هستند ما حتی میتونیم به دیتابیس ها کانکت هم بشیم از طریق محیط SPSS حتی میتونیم به اوراکل یا SQL سرور هم متصل بشیم چون که منطق این دیتا فایل ها فایلی هست منطق بانک های اطلاعاتی بزرگ کانکشن هست ما میتونیم به دیتابیس های بزرگ هم حتی از طریق محیط SPSS کانکشن هم بزنیم خب پس حالا با دیگه انواع و اقسام انواع فایل های داده ای هم آشنا شدیم حالا دیگه به این نکته هم پی بردید که از طریق SPSS چه کارهایی میشه انجام داد اجازه بدید یک مثال بزنم تا دیدگاه های روشنتری از این محیط به دست بیاری شما یک نرم افزار اوتوماسیون برای شرکتی که در اون کار میکنید خریداری کردید این اوتوماسیون به یک دیتابیسی مثل مثلا اسکل سرور متصل هست شما از یک لیست از اطلاعاتی که در اختیار دارید قصد دارید یک گزارش بگیرید یک مدتی برنامه نویسان اون شرکت برای شما گزارش هایی که نیاز دارید رو آماده کردن اما حالا کار به جایی رسیده که مثلا فرصت پشتیبانی شما تمام شده یا دیگه برنامه نویس ها به دلیل پایان قرارداد گزارشات جدیدی برای شما ایجاد نخواهند کرد به هر دلیلی دیگه شما روی دیتابیس خودتون گزارش جدیدی از طریق برنامه نویسی که برنامه نویس ها انجام میدن نمیتونید داشته باشید خب حالا مدیران سطح بالا از شما مرتبا چارت، دیاگرام، ریپورت های مختلف رو درخواست میکنند شما هم از طریق نرم افزاری که در اختیار دارید دیگه نمیتونید گزارشی صادر بکنید در حدی که مدیران ازتون انتظار دارن در اینجا هست که میتونید SPSS رو به بانک اطلاعاتی که در اختیار دارید متصل بکنید اطلاعات رو درون اون بکشید و ریپورت های لازم رو صادر بکنید یا دقت کنید حتی میتونید اگه اتصال با دیتابیس هم بلد نیستید یک خروجی اکسل ساده یک خروجی دی بی اف از محیط بانک اطلاعاتی که در اختیار دارید بگیرید و در SPSS ایمپورت بکنید بعد دیگه به سادگی دست شما برای آنالیز داده ها و گزارشگیری باز خواهد بود خب دوستان ما این کار رو در بخش بعدی شروع می کنیم و سعی میکنیم تا جایی که زمان بهمون به اجازه میده مبحث آنالیز رو روی اطلاعات به صورت کامل انجام بدیم خب دوستان در این بخش قصد داریم بپردازیم به دیتا ادیتور مهمترین بخشی که در SPSS ما متداومن با اون کار داریم دیتا ادیتور بخشی هست که اطلاعات و داده های ما درون اون قرار داره در نتیجه کلیه روند های ارتباطی و آنالیز ما روی همین بخش دیتا ادیتور قرار داره اما دقت کنید ما تا هنگامی که اطلاعات نداشته باشیم از دیتا ادیتور نمیتونیم استفاده بکنیم خب دوستان بریم وارد محیط SPSS بشیم و بررسی بکنیم که چگونه میتونیم اطلاعات رو در شیت هایی که در اختیار داریم مدیریت بکنیم دوستان به مجموع اطلاعاتی که الان در اختیار داریم دقت بکنید اینها خود اطلاعاتی هستند که من وارد سیستم کردم سال ماه روز ساعت و دقیقه یک روندی رو ما در اینجا وارد کردیم تا بعدا ازش استفاده بکنیم اما قبل از اینکه این اطلاعات وارد بشن به این صورت یعنی این رکوردها در اینجا قرار بگیرن من باید نوع و بدنه اطلاعات خودم رو مشخص بکنم چرا که بعدا در روندهای آنالیز اونها اگر نوع ها مشخص نباشه دوچار مشکل خواهم شد مثلا فرض کنید که در قسمت سن یا مثلا دقیقه من بتونم یک نام انگلیسی وارد بکنم خب این کار غلط هست و بعدا روند آنالیز من رو هم دوچار مشکل میکنه برای این کار ما باید برای هر ستونی که در اختیار داریم در ابتدا یک نام و یک نوع و دیگر خواص تعریف بکنیم برای این کار همطور که در پایین صفحه مشاهده می کنید دو بخش در اختیار دارم من دیتا ویو و وریبل ویو در بخش دیتا ویو به همین صورت اطلاعات رو مشاهده می کنم در بخش وریبل ویو تعاریف رو میتونیم داشته باشیم و از اونها استفاده بکنیم میریم به بخش بعدی و این قسمت وریبل ویو و تعاریف رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد اگر که بخش قبلی رو به خاطر داشته باشید ما ابتداعا باید نوع و بدنه اطلاعات خودمون رو مشخص بکنیم تا بعدا منطبق بر اون بتونیم اطلاعات رو درون صفحات خودمون وارد بکنیم این کار رو در این بخش انجام میدیم میپردازیم به انواع داده ها و دیگر خواصی که موقع تعریف داده ها باید اونها رو ایجاد بکنیم دوستان دقت کنید ما در اینجا الان فیلد های شامل یر، مانت، دی، هور و مینوت در اختیار داریم آیا میتونه در بخش سال کلمه مثلا اسفهان ذخیره بشه؟ با انجام این کار من های خودم رو دچار مشکل خواهم کرد. برای اینکه این اتفاق نیفته باید دیتا تایپ داشته باشم. اینجا هست که به قسمت وریبل ویو مراجعه می کنیم. حالا دقت کنید باید تعاریفی که در اینجا از ما خواسته شده رو با هم دیگه بررسی بکن اولین قسمتی که پیش رو داریم نیم هست ببینید برای اینکه این, این ستون ها بعدا با همدیگه مشکل پیدا نکنن و قاطی نشن یک اسم از ما سوال میکنه این دقیقا همون نامی هست که بعدا در اینجا به عنوان ستون برای ما لحاظ میکنه و ما مقادیر رو یک به یک درون اون میتونیم وارد بکنیم این نام از روند تعاریف خاصی پیروی میکنه من مثلا ببینید الان اگه بخوام یک نام جدید یک ستون جدید ایجاد بکنم نمیتونم این کار رو انجام بدم ببینید این ولید وریبل نیم از کاراکترهایی مثل دالر یا حتی اعداد در اولین کاراکتر نمیتونم استفاده بکنم ببینید به این صورت وریبل نیم contains an illegal first کاراکتر. عنوان میکنه که اولین کاراکتر من باید حتما حرف باشه حالا مثلا اگر که age رو وارد بکنم هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد بعد هم در قسمت دیتا ویو میبینید که اون رو در اختیار خواهم داشت باز بریم سراغ وریبل ویو پس مشکلی با نیم دیگه نداریم یک نام مشخص میکنیم تا بعدا همه جا ازش استفاده بکنیم خب دوستان اومدیم به سراغ یکی از مهمترین تعاریف در بخش تعریف داده ها و اون هم تایپ هست ببینید دوستان این دقیقا همون چیزی هست که اگر درست تعیین نشه میتونه ما را دوچار مشکل بکن من در اینجا ستونی به نام یر قصد دارم ایجاد کنم خب پس باید نوعش نامریک باشه حالا ببینیم چه نوعهای دیگری در اختیار داریم نو دیت نوع دلار نوع کاستوم کارنسی که میتونم یک حالت مالی جدید ایجاد بکنم نوع استیرینگ برای رشته ها مثلا وقتی میخوام که نام شهر یک شخص رو ذخیره بکنم خب نوع استیرینگ تعریف میکنم پس دوستان حالا یک بار باز از ابتدا نوع هایی که در اختیار داریم رو با همدیگه بررسی کنیم نامریک برای اعداد کاما باز همون حالت عددی هست در حالتی که سیپریتور کاما داشته باشه دات باز با همون وضعیت با سیپریتور نقطه هست باز حالت ساینتیفیک رو در اختیار داریم که اعداد رو به حالت مبنا به ما نمایش میده حالت دیت برای ذخیره سازی مقادیر تاریخی به کار میره همونطور که میبینید نوع فرمت زخیر سازی رو از ما سوال میکنه مثلا برای ما در ایران این نوع خوب هست چهار کاراکتر برای سال دو تا ماه و دو تا روز حالت دلار برای زخیر سازی مقادیر مالی که دقیقا به دلار هستند ببینید بر اساس رنج زخیر سازی ما میتونیم در اینجا تعیین بکنیم حالت کاستوم کارنسی حالتی که همطور که مشاهده میکنید خود ما میتونیم یک وضعیت رو برای ذخیره سازی مقادیر مالی استفاده بکنیم من پیشنهاد میکنم از همون حالت نامریک استفاده بکنید چون ما مبالغ رو به ریال قصد داریم ذخیره بکنیم بهتر است از همین حالت نامریک استفاده بشیم و بالاخره حالت استرینگ که به وسیله اون ما رشته ها رو ذخیره میکنیم نام شخص فامیل شخص آدرس اشخاص اینها رو با حالت استرینگ ذخیره سازی میکنیم خب این تا به اینجا انواع مختلفی که میتونیم داشته باشیم پس ویت چی هست ویت مقدار بازی ذخیره سازی هست مثلا ببینید من اگر در اینجا الان یک فیلد به نام آدرس ایجاد بکنم نوع اون رو میزارم روی حالت استرینگ حالا از من یک ویت سوال میکنه در اینجا مثلا ما صحبت میکنیم با اشخاصی که داریم آنالیز رو برای اونها انجام میدیم سوال میکنیم که شما آدرس هاتون دیگه حد اکثر چند کاراکتره میان یه بررسی میکنن یه شمارشی میکنن میگن مثلا ما دیگه بیشترین حالتی که داریم به فرض مثلا دویست کاراکتر هست خب ما هم براشون در اینجا قرار میدیم 200 کاراکتر تا بعدن که اطلاعات وارد میکنن همه چی به هم نریزه دسیمال که برای رشته ها اصلا معنی نداره برای اعداد میتونن میزان رقم اعشار رو به این صورت تعریف بکنن مثلا چهار تا عدد صحیح و یه دونه عدد اعشار که برای یر ما همچین چیزی نداریم رشته ها هم اصلا قسمت دسیمال اون خاموش هست لیبل چیه؟ دقت کنی یک نام داریم که همه جا باش کار داریم لیبل به اصطلاح یک شرح هست میتونیم هم اصلا اونو نذاریم ببینید در اینجا هم الان چهار شرح نوشته شده هیچ کار خاصی انجام داده نمیشه بریم ببینیم حالت ولیوس چی هست حالت ولیوس برای تعاریف مقادیر به کار میره مثلا ببینید عنوان میکنیم که اگر صفر رو وارد کردند ما به جای اون مقدار مثلا وومن رو نمایش بدیم و اگر یک رو وارد کردن مقدار من رو اصلا چرا این کارو بکنیم اجازه بدید تا یه فیلد به نام جندر من در اینجا تعریف بکنم از نوع نامریک حالا در اینجا براش ولیوز بگذارم صفر برابر وومن یک برابر من حالا دیگه اگر که صفر وارد بکنند به صورت خود به خود کلمه وومن قرار میگیره اگر یک وارد بکنن مقدار من اجازه بدید با هم ببینیم بعدا توی آنالیز ها این اتفاق خواهد افتاد خب حالا دقت کنید میسینگ ما میتونیم مقدار دهی بکنیم که اگر که مقداری رو وارد نکردن اون مقدار به صورت پیش فرض و دیفالت درون بخش میسینگ قرار بگیره یعنی مثلا یکی از این فیلد ها رو اگر که مقدار دهی نکردند ما بتونیم که به صورت پیش فرض به اون مقدار بدیم خب دوستان حالت الاین حالت جالبی هست ببینید من اگه مثلا اون روی سنتر قرار بدم حالا همه مقادیر دقیقا در وسط قرار میگیرند باز اگه مثلا روی حالت رایت قرار بدم همه چیز در سمت راست قرار می گیره یعنی دقیقا سلول رو خودش خود به خود محاسبه میکنه و در سمتی که من نیاز دارم اطلاعات رو برای من ذخیره سازی میکنه کار سختی نیست به این صورت ما میتونیم یک نمای بهتری از اطلاعات خودمون داشته باشیم خب دوستان فقط حالت آخری وجود داره که میتونیم رو روی حالت اسکیل اوردینال برای مرتب سازی و نامینال قرار بدیم که در جای خودش توضیحاتی داره که اونها رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد خب وقتی که نوع داده ها و طول و دیگر مسائل اونها مشخص بشند حالا دیگه میتونیم به این صورت داده ها رو درون صفحه‌ای که داریم داشته باشیم به این صورت که مشاهده میکنید در این بخش هم همونطور که میبینید رونامبر هر کدام دقیقا برای ما قرار گرفته میتونیم داده ها رو از اون ازش استفاده های لازم رو ببریم خب بریم به بخش بعدی و مبحث جدیدی رو با هم دیگه بررسی بکنیم در بخش قبلی بدنه اطلاعات رو ایجاد کردیم یعنی در اصل پوسته ای که باید حالا اطلاعات درون اون با فرمتی که ایجاد کردیم لازم هست رو به وجود آوردیم حالا باید ببینیم چطوری میتونیم اطلاعات رو به SPSS وارد بکنیم ببینید دوستان چند منطق رو اجازه بدید با همدیگه دیگه تبیین بکنیم که تا پایان کار مشکلی نداشته باشیم به هر کدام از بخش هایی که در اینجا ایجاد شدند یعنی هر کدوم از این نوع دیتا هایی که به وجود اومده مثلا مثل سال ماه روز و غیره رو یک فیلد نامگذاری میکنیم حالا هرگاه که اطلاعات در چندین فیلدی که تعریف کردیم قرار گرفت به این اطلاعات و به اون آیتمی که به وجود میاد یک رکورد خواهیم گفت این الان ببینید رکورد شماره یک رکورد شماره ی دو سه به همین صورت حال که با مفهوم رکورد آشنا شدیم میتونیم با مفهوم سلول هم آشنا بشیم ببینید سلول سال از رکورد دو سلول ماه از رکورد دو حالا باید اکتیو سل و اکتیو رکورد رو با هم دیگه بررسی بکنیم خیلی ساده است اکتیو رکورد رکوردیه که انتخاب شده حالا ممکنه به این صورت هم انتخاب نشده باشه یکی از سلول های اون انتخاب شده باشه باز هم الان ببینید اکتیو رکورد من رکورد هفت هست حالا اکتیو رکورد من رکورد چهار هست ولی اکتیو سل من دی هست الان اکتیو سل من ساعت هست به این صورت این مفاهیم رو برای این عنوان کردیم که در طول این مجموعه زیاد عنوان میکنیم که اکتیو رو دیگه لازم نباشه شما به دنبال این بگردید که حالا اکتیو رو چی هست حالا اگه قصد داشته باشیم اطلاعات وارد بکنیم میتونیم در همین جا این کار رو انجام بدیم ببینید شروع کنیم به وارد کردن اطلاعات به این صورت یک راه بهترم داریم اونم اینه که در بخشی که در بالای صفحه برای ما ایجاد شده به این صورت اطلاعات رو وارد بکنیم باز اگه روی سلول بعدی بیام هر مقداری که وارد بکنم درون اون قرار میگیره و با زدن اینتر منتقل میشه به رکورد بعدی حالا باز اگه این سلول رو انتخاب بکنم میبینید که روی اون قرار میگیره مقدار میتونم با زدن دکمه تب به سلول بعدی برم الان ببینید من هفت رو وارد میکنم تب زده میشه با زدن دو بار تب منتقل میشم به مقداری که میخوام و به سلولی که نیاز دارم. باز ببینید من الان در اینجا 2005 رو وارد میکنم، تب که میزنم میره روی سلول بعدی. ولی اگه اینتر بزنم منو منتقل میکنه به سطر بعدی. حالا باز در اینجا به این صورت اطلاعات جدیدی رو مرتبا وارد میکنم دقت کنید دوستان بخش های کپی کاملا جواب میدن الان من میتونم اطلاعاتی که کپی کردم رو در این سطر پیست بکنم یعنی لازم نیست یکی یکی سلول ها رو بردارم و وارد بکنم اگر از اطلاعات قبلی احتیاج دارم کافی کپی بکنم به این صورت ببینید این کار برای من به راحتی انجام میشه میتونم روی سطر هایی که وجود داره تاثیر بذارم ببینید اونو کلیر بکنم یا میتونم اصلا اون رو حذف بکنم ببینید با کات اصلا اون مقدار به کل از بین خواهد رفت با دکمه اینسرت کیس میتونم یک فضای خالی بین دو سلول ایجاد بکنم و به اون مقدار بدم. مشاهده میکنید. اما الان دقت کنید حالا ببینید نوع داده هایی که تعریف کردیم چه فایده ای داره؟ من در اینجا یک کلمه وارد میکنم. قبول نمیکنه. ببینید. چرا؟ چون که تایپ اون نامریک هست و من اجازه تعریف متغیری که عددی هست رو ندارم که درون اون رشته وارد بکنم کلمه حق ندارم توی اینجور ستون ها وارد بکنم الان باز ببینید بعدی ها عدد قبول میکنند ولی همطور که مشاهده میکنید حتی از طریق منوی بالایی هم نمیتونم مقادیری که ولید نیستند رو وارد بکنم دقت کنید دوستان آیا میتونم محل قرارگیری ستونها رو تعویز بکنم یعنی مثلا ساعت رو به اولین ستون قابل نمایش منتقل بکنم میبینید که این کار به راحتی امکان پذیر هست به این صورت اونها رو منتقل میکنم به بخش های جلوتر یا عقبتر همونطور که میبینید ابتداعا یر در ابتدا قرار داشت ولی ما ستون ها رو جا به جای کردیم خب آیا میتونیم تایپ یک ستون رو عوض بکنیم اگر در تبدیل داده ها مشکل نشه بله باز اینجا چون فرقی نداشت مشکلی پیش نیومد ولی اگر مثلا من الان در اینجا یک آدرس تعریف بکنم از نوع استرینگ حالا با هر طولی طول اون رو هم پنجاه قرار میدم خب حالا بریم یه سری اطلاعات توی اون وارد بکنیم به این صورت مشکلی هم نداره حالا اگر که قصد داشته باشیم نوع دیتا تایپ اون رو روی نامریک قرار بدیم میبینید که مقادیر رو از بین برد چون که اون کاراکترها رو نمیتونه به عدد تبدیل بکنه در نتیجه اطلاعات درون اون رو نابود کرد این رو پس مواظب باشید اگر دیتا تایپ ها رو قصد دارید عوض بکنید مواظب اینجور مسائلی که پیش میاد باشید حالا دیگه نحوی وارد کردن اطلاعات رو هم ازش اطلاع دارید و به سادگی میتونید این کار رو انجام بدید میریم به سراغ بخش بعدی و مبحث جدیدی رو بررسی میکنیم دوستان در بخش های قبلی با مبحث دیتا ها و نوع داده های مختلف آشنا شدیم همونطور که مشاهده کردید درون شیت هایی که در اختیار داشتیم در اکثر اوقات به این صورت نیست که اطلاعات رو ما یکی یکی خودمون درون SPSS وارد بکنیم اصلا ممکن ما در جاهایی با کسانی سر کار داشته باشیم که اطلاعی از محیط های از این دست ندارند و فقط اپراتور هستند ما از اونها درخواست میکنیم اطلاعات رو درون یک محلی وارد بکنند و بعد اونها رو به SPSS میبریم یکی از محل هایی که خیلی هم ساده هست برای نگهداری اطلاعات فایل های متنی هستند در این بخش قصد داریم بررسی بکنیم که چگونه میتونیم از یک فایل متنی ورودی بگیریم و اطلاعات داخل اون رو مدیریت بکنیم و درون سلول های SPSS بکشیم این کار رو با همدیگه انجام خواهیم داد حالا در اینجا باید یک فایل تکست داشته باشیم برای این کار من از نوتپد استفاده می کنم اونها رو با یه کاما از همدیگه جدا می دقت کنید به این صورت فیلد ها رو با کاما از همدیگه جدا کردم. در سطر اول هم عنوان ایجاد کردم نیم، فامیلی و ایج فایل خودم رو سیف می کنم روی دسکتاپ اینپوت تکست خب حالا چطوری اطلاعات اون رو منتقل بکنیم به محیط SPSS از منوی فایل read text data رو انتخاب بکنید خب فایل تکستمون روی دسکتاپ هست اوپن میزنم حالا دقت کنید عنوان میکنه که آیا بدنی فایل قبلا تعریف شده خیر اطلاعات رو هم در همینجا دارم مشاهده می کنم دکمه نکست از من سوال میکنه آیا بین فیلد های خودت کاما وجود داره؟ بله پس از دیلیمیتد استفاده میکنه سوال میکنه که آیا میخواهید که اولین رکورد نام فیلدها ها باشه؟ بله اصلا این نیم و فامیلی و ایج رو برای همین قرار دادم خب نکست میزنیم سوال میکنه که چند سطر و چند ستون دارید تعداد ستون های من سه تا هست خودش هم این رو پیش بینی کرد سوال میکنه که چند تا از رکورد ها رو نیاز دارید ایمپورت بکنم همه یا هزار تای اول رو یا به صورت راندوم من همه رو انتخاب میکنم ببینید سه متنی که وارد کردم به عنوان هدر قرار گرفته دیلیمیتر ما هم کاما هست دقیقا درست تشخیص داده خب نام وریبل ها هم خوب هستند درستن ببینید خودم اینها رو وارد کردم نیم فامیلی و ایج دکمه نکست رو میزنیم سوال میکنه آیا قصد دارید که فرمت رو ذخیره بکنید نه چیز مهمی نداره دقت کنید اطلاعات برای من به این صورت وارد شدند این هم خود اطلاعات قسمت وریبل ویو رو مشاهده کردیم اینجا هم خود اطلاعات می بینید خیلی عالی برای من قرار گرفتن در سر جاهای خودش یعنی ببینید نیازی نیست که کاربرها اطلاعات رو یکی یکی وارد بکنن در یه فایل تکس هم که اون رو بگذارن مشکل کامل الخواهد خب دوستان این یکی از منابعی بود که میتونستیم داده ها رو درون اون ذخیره بکنیم و اونها رو به SPSS منتقل بکنیم ببینیم از چه منابع داده دیگه ای میتونیم استفاده بکنیم در محیط SPSS من چند تا از منابع داده مهم رو باز در بخش های بعدی بررسی خواهم کرد دوستان در بخش قبلی با یک فایل تکست ارتباط برقرار کردیم و اطلاعات را از طریق یک فایل متنی وارد SPSS کرد اما همیشه هم یک فایل تکست مناسب نیست فایل های تکست مشکل کد پیج پیدا می کنند دیتا اینتگریتی ندارند ممکنه که اگر ما درخواست بکنیم از اپراتورها که اطلاعات رو درون فایل های تکست وارد بکنند اطلاعات ولید نباشه و بعدا دچار مشکل بشه یکی از نرم افزارهای خیلی مناسب که با محیط SPSS میتونه خیلی خوب متصل بشه اکسل هست اصلا اکسل یک سری رفتارهای مشابه SPSS داره که میتونیم این دو رو مشابه همدیگه بدونیم یعنی نرم افزارهایی هستند که از لحاظ کاری تا حدودی به هم شبیه هستند با این تفاوت که SPSS دست بازتری در کارها داره و خیلی پیشرفته تر هست حالا قصد داریم که اطلاعاتی که درون اکسل قرار داره رو وارد SPSS بکنیم و اطلاعاتی که درون SPSS وجود داره رو به صورت خروجی منتقل بکنیم به اکسل ببینیم حالا این کار چگونه امکان پذیر هست خب دوستان ابتداعا میرم به سراغ محیط اکسل و دو فیلد درون اون به وجود میارم به این صورت دیگه اجازه بدید مقداردهی ها رو من ولید انجام ندم و خیلی سریع یک سری رکورد فرضی به وجود بیارم که وقتمون تلف نشه خب همه اندازه کافی هست ذخیره میکنیم فایلمون رو روی دسکتاپ به نام بوک یک و نام شیت اول خودم رو هم همون شیت یک پیش فرض قرار میدم خب حالا وارد محیط SPSS میشیم از آیتم اوپن استفاده میکنم اوپن دیتا فایل تایپ خودم رو, رو روی اکسل باید قرار بدم این کارو میکنم دقت کنید به این صورت بوک یک رو انتخاب میکنم همونطور که میبینید شیت ها رو سوال میکنه من هم فقط با شیت یک کار دارم خب باز این گزینه هست read variable names from the first row of data اولین رو رو به عنوان وریبل نیم ها میگیره من هم عمدن نیم و فامیلی رو وارد کردم خب به همین سادگی ببینید اطلاعات اکسل منتقل شد به SPSS خیلی سریع و راحت حالا فرض کنید که من چندین سطر اضافه می کنم حالا قصد دارم باز دوباره اطلاعات درون SPSS رو بفرستم به یک فایل اکسل این کار هم ساده هست از منوی فایل سیو از رو انتخاب کنید تایپ فایل خودتون رو اکسل بذارید فقط ببینید چندین مدل فایل اکسل سوال میکنه من از اکسل 2007 نیاز دارم که استفاده بکنم یک نام تعیین میکنم وریه رو هم که بزنیم ببینید در اینجا سوال میکنه که آیا نام وریبل ها همین ها باشن خوبن مناسبن مشکلی ندارن سیو رو میزنم الان باید اون فایل ساخته شده باشه ببینیم آیا وجود داره بله ببینید دقیقا اون فایل وجود داره و حاوی این اطلاعات هم هست پس میبینید خیلی راحت اکسل و SPSS با هم دیگه در رابطه هستند هرچند SPSS با محیط های زیادی اینتگریت هست ببینید با سس در رابطه هست با دی بیس با نرم افزار زیادی میتونه در رابطه باشه حتی با یک فایل تکست هم میتونید شما اون رو اینتگریت بکنید همونطور که روندهایش رو با همدیگه بررسی کرد خب کار ما دیگه با اکسل هم تمام شد یعنی بحثای ارتباطیمون با اکسل هم در اینجا به پایان رسید میریم به بخش بعدی و مباحث جدیدی رو با هم دیگه بررسی میکنیم